با درود بسیار سرفرازم که گفتگوی خواهم داشت با شاهزاده رضا پهلوی. این گفتگو به خاطر مسائلی است که این روزها در رسانه افق ایران در جریانه. ما در رسانه افق ایران در قلب تلویزیون اندیشه همیاری خواهیم داشت و چشمهای ما به مردم دوخته خواهد شد که این رسانه افق ایران رو که تنها 6 ماه است با مردم ارتباط برقرار کرده و این چنین محبوب شده یاری کنند و بتوانیم برنامه ها رو بهتر بکنیم و بیشتر از همه نظر شاهزاده رو در این باره میخواستم. خوشبختانه این موقعیت فراهم شده که میتونم با شاهزاده صحبت بکنم. شاهزاده عزیز درود بسیار به شما. درود بر شما جناب کاردان عزیز و درود به همیهنان عزیزم در ایران و در سراسر جهان. میدونیم که این برنامه افق ایران این رسانه‌ای که نوزاد تازه عمرش 6 ماهه محبوبیت بسیار مخصوصا در بین مردم ایران پیدا کرده و تا اونجایی که من میدونم در خارج از کشور چندین رسانه یا تلویزیون وجود داره که مدعی هستند که صدای شما هستند و این حرف‌ها و گفتگوها و کارهای شما را از طریق رسانه‌شون به مردم می‌رسونن. با وجودی که اونها هستن چطور شده شاهزاده عزیز شما این رسانه افق ایران رو بنیان گذاشتید؟ اجازه بدید من خیلی شفاف و واضح به این سوال شما پاسخ بدم. اولا در طول تمام این سالهایی که فعالیت‌های متعددی رو در صحنه داشتم همراه با بسیاری از مبارزین راه آزادی در کشور و افراد مختلفی که در اپوزیسیون ملی ایران مشغول کار بودند، بارها بارها شده که توسط بسیاری از همیهنانم به خصوص آنهایی که در داخل ایران هستند بارها بارها این سوال میشد، این سفارش میشد، این درخواست میشد، این انتظاری که مردم داشتن عنوان میشد به خود من که چرا شما یه رسانه‌ای که مال خودتون باشه رو تأسیس نمی‌کنید؟ که البته من پاسخم به این سوال این بود که خب کار من کار تلویزیون را انداختن نیست و اصولا موقعیت و زمان یک شرایط متفاوتی بود. اما در طول این مدت لااقل بگم 2-3 سال اخیر که همینطور این انتظارات بیشتر شد و خودتون هم میدونید که به هر حال آنچه که مربوط به خود من میشه در داخل کشور خب اغلب رژیم سعی میکنه سانسور بکنه، مثل سانسور خیلی صدا، نمیگم فقط صدای من ولی علل خصوص صدای من، و مقدار زیادی ایجاد یک جوسازی هایی که افکار مردم رو مخشوش میکنه، گمراه میکنه. به هر حال یک سری اقداماتی بود که به دلایل متعدد که من چند نمونهش رو فقط دارم امروز براتون مطرح میکنم به این نتیجه رسیدم که بالاخره شاید واقعا لازم باشه که من بتونم پشت سر یک رسانه‌ای که مشخصا هویتش با من تداعی بشه یک وسیله ارتباطی با همیهنانم ایجاد بکنم. این هیچ وقت به قصد اینکه بخوایم با رسانه دیگری رقابت بکنیم یا فرض بفرمایید درگیر بشیم اصلا نیست و خیلی رسانه ها همطور که خود شما اشاره کردید بودن که در طول این سالها با خود من مصاحبه داشتن، منعکس کننده نظرات من بودن، اما نمیشه گفت که الزاماً معرف خط فکری من یا دیدگاه های من بوده باشن. از جایی که همیهنان این رو از من انتظار داشتن که من بتونم اولا از دید اطمینانی که بکنم که بدونم واقعا این رسانه یه رسانه مشخصا در ارتباط با من هست و دومی که از این طریق میتوانن نظرات من رو آشناتر بشن و بدانن که این رسانه‌ای که خیلی مشخصا و بدون تعارف خط مشی سیاسی ارائه میده و پشت سر این بحث که ما سیاسی نمیخوایم باشیم یا ما بی‌طرف هستیم و از این حرفا نیست، مسئله ما مشخصه، هدف ما مشخصه و من غرضم این بود که از این طریق بتوانم به همیهنانم هم وسیله این ارتباط رو فراهم بکنم و از این طریق بهتر بتوانن به نظرات خود من و سیاست‌های من آشنا بشن. البته قصد اصلی من از تأسیس این رسانه افق ایران فقط این نیست که نظر من درش مطرح باشه، علل خصوص به این دلیل تشکیل شد که من بتوانم وسیله ای رو فراهم بکنم در این صحنه
که منعکس کننده خواستها و نظرات هممیهنان خودمون باشه و در اصل همیشه رسالت رو بر خود جایز دانستم که بتوانم نه تنها خودم بلکه هر کسی که باشون تلاش میکنیم، اونهایی که آزادی بیان و عمل داریم به خصوص در خارج از کشور، بتوانیم صدای بی صداها در داخل ایران باشیم. و شاید دلیل محبوبیت آنی این رسانه این بوده که خیلی از کارهایی که با امکانات بسیار محدود در ابتدای کار انجام دادیم همانا منعکس کردن اتفاقاتی بود که در داخل کشور میافتاد، در ارتباط با تعداد زندانیان سیاسی و سایر حرکاتی که در داخل ایران امروز چه جنبه مدنیش چه جنبه سیاسیش مطرح است. و خوشبختانه میبینم که دقیقا همون قصد و منظوری که داشتیم داره جواب میده و بنابراین بسیار مهم هستش که همیهنان این رسانه رو از آن خودشون بدونن. درسته که این رسانه رو من پشت سرش هستم و اسمم رو پشت سرش گذاشتم و این رسانه مال من نیست، مال شما مردم هست، به خاطر شما هست و به خاطر اهدافی که داریم در راستای نجات کشورم. و از همین لحاظ هستش که همیاری هممیهنان، کمک اونها از نظر مالی برای اینکه ما بتونیم برنامه ها رو گسترش بدیم، ساعت پخشش رو بیشتر بکنیم، بتونیم بخش خبری بهش اضافه بکنیم و خیلی مسائل دیگر که همطور که دوستان میدونید به هر حال بدون پول مؤثر نخواهد بود، بسیار مهم هستش که همیهنان این رو به عنوان واقعا یه چیزی که مال خودشون هست تشخیص بدن و البته حمایت کنن، چون همطور که بارها گفتم و باز هم تاکید میکنم تنها تکیگاه من به همیاری هممیهنانم هم هست و من به هیچ منبع دیگری چشم ندوختم، به خصوص منابع خارجی و یا دولت‌های خارجی. شاهزاده عزیز، در این 4 ساله اخیر تا اونجا که من میدونم فعالیت شما خیلی بیشتر شده. شورای ملی ایران رو بنیان گذاشتید که بسیاری از مردم پیوستند به این شورای ملی و خودتون رهبریش رو به عهده گرفتین و حالا رسانه افق ایران که همیاری داره و چشمهاش رو دوخته به هموطنان، به بیننده‌هاش، به کسانی که علاقه دارن. من خودم اینجا به خاطر اینکه مدیریت اندیشه رو دارم هر روز تلفن‌های متعددی از داخل ایران میگیرم که مردم واقعا به هیجان آمدن، مثل اینکه صدای خودشون رو، مثل اینکه اهداف خودشون رو، مثل اینکه یک ارتباط صمیمانه با شما برقرار کردن. خب هدف اصلی چیه که ما داریم میریم جلو؟ شورای ملی ایران، رهبری شما، این 4 ساله اخیر که فعالیتتون زیاد شده و بالاخره افق ایران و مخصوصا همیاریش، به کجا داریم میریم؟ ببینید، هدف مقطعی که من همیشه داشتم و به خصوص در این چند سال اخیر مشخصا از طریق وسائلی که باز فراهم میشد در صحنه تا بهتر بتوان این استراتژی کلان رو پیاده کرد، که یعنی دو نمونه شون چیزیست که شما اشاره کردید، یکی داشتن یک مکانیزم معرف یک پروژه سیاسی که در قالب شورای ملی تعریف شده و همینطور رسانه که بتونه بلندگوی تبلیغاتی این اهداف باشه. خب این دو وسائل لازم بود که به نوعی بتوان این کمپین رو، این حرکت رو هماهنگ کرد و پیش برد. ببینید، هدف اصولی و مقطعی من رسیدن به شرایطی است که در ایران مردم ایران بتوانند به حاکمیت ملی خودشون دست پیدا بکنند. یعنی چی؟ یعنی بتوانند در تعیین سرنوشت خودشون مستقیما مسئول و دخیل باشند، از طریق انتخابات آزاد، انتخاب نمایندگان خودشون، تدوین قانون اساسی نوین، تعیین شکل نهایی یک نظام دموکراتیک پارلمانی و سکولار به مفهوم جدایی کامل دین از دولت که بدون اون اصلا به دموکراسی نمیتوان رسید در وهله اول، و چیزهایی که به نظر من خواست دیرینه همیهنانمون بود از بدو مشروطیت و شاید بگم برای اولین بار در تاریخ مملکتمون خواهد بود که میتوانیم بگیم که نظام موجود در کشور برآمده از خواست واقعی مردم ایران برای بار اول در تاریخش بوده که از طریق رأی مردم تعیین شده باشه. و این به نظر من یک اهمیت بسیار ویژه‌ای داره با توجه به عمق و پیچیدگی تاریخ مملکتمون و به اصطلاح تحولات متعددی که جامعه ما داشته. و فکر کنم امروز خواست مردم ایران، به خصوص نسل جدید که تمام این زیر و بوم جریان رو دیدن، لمس کردن، چشیدن و تشنه آزادی هستن، تشنه مدرنیته هستن، تشنه یک وضعیتی که درش هر شهروندی بتونه در برابری کامل
صرف نظر از اینکه از چه قومی هست و چه مذهبی هست و چه جنسیتی هست و چه تفکر سیاسی ممکنه داشته باشه، بتونن یک همزیستی سالم و همراه با صلح و دوستی در مملکت خودشون و همچنان فراتر از مرزهاشون با همسایگانشون داشته باشن. خب لازمه این رسیدن به یک شرایط سیاسیش که اکنون قطعاً وجود نداره و تنها راه رسیدن به این هدف اگه بخوایم از طرق غیر خشونت‌آمیز عمل بکنیم، یک فرایندی است که برمیگرده به نافرمانی مدنی، به دور از خشونت و همین کارهایی که همیانانمون در حال حاضر البته با امکانات بسیار محدودی دارن انجام میدن، این رو بشه گسترده‌تر کرد. چون در واقع مسئله ما توانمندی جامعه است، توانمند کردن افراد در جامعه هستند، در سکتورهای مختلف صنفی و اجتماعی و مدنی که هستند و همطور در راستای سیاسی. منتها از دید سیاسیش در یک حرکت ملی، ملی به مفهوم فراحزبی، فرامسلکی، فرا ایدئولوژیکی، اینجا نه تطبیق نوع نظام خاصی میشه نه ایدئولوژی خاصی، بلکه شرایط رسیدن به یک فضای آزاد رو و سرمایه گذاری که جامعه ما واسه برای رسیدن به این آزادی خرج بکنه رو تعریف میکنیم، توضیح میدیم و در واقع بازوی تبلیغاتیش که همانا افق ایران این رسالت رو در اختیار داره که بتونه از این زاویه کمک فکری و با مشارکت خود هممیهنانمون که ایده میدن، نظر میدن، طرح میدن، شرکت میکنن، بشه این بحث رو و این گفتمان رو گسترش داد و شورای ملی که طبیعتاً در قالب کمیسیون‌های مختلفی که هر کدوم روی یک نقطه از مسائل کلیدی که امروز مملکت ما رو به هر حال متوجه خودش کرده، از مسائل زیست محیطی بگیرید، مسائل حقوق بشری بگیرید، کمپین‌های بین‌المللی به مفهوم لابیینگ در سطح مختلف دولت‌ها و فرض کنید پارلمان‌های مختلف، مجموعه این و با همکاری همیهنانمون در داخل و خارج خواهیم توانست که این توانمندی رو از حالت بالقوه به شکل بالفعل در بیاریم و اون موقعی است که به نظر من آلترناتیو یا بدیل به این نظام به شکل ملموستری برای هم خودی و هم جهانیان ملموستر میشه. چون بدون داشتن یک آلترناتیو هر چقدر هم که بخوایم ذکر مصیبت بکنیم، الزاماً تبدیل به یک تغییر نخواهد شد و این تغییر بنیادی رو امروز برای کشورمون حیاتی میدونیم، لذا که خیلی چیزها الان درگیر این تغییر خواهد بود، از تمامیت ارضی ایران بگیرید و یک پارچگیش تا وضعیت اسفناک اقتصادی و خیلی مشکلات دیگری که مملکت ما در کمین هست و باز این مسائل رو باش جدی برخورد کرد و از همکنون به فکر چاره‌جویی و راهکار باشیم. یک نکته بسیار بسیار برای من هیجان انگیز بود در مطالبی که فرمودید، این که فرمودید که شاید و به طور قطع اینطور خواهد بود که در آینده برای نخستین بار مردم خودشون تکلیف حکومتشون و شکل حکومتشون رو تعیین میکنن. این نکته بسیار جالبی است، شاید در طول تاریخ چند هزار ساله ما بی نظیر باشه. حالا آرزوست و امیدواریم به این آرزو برسیم و با وسایلی که داریم، همین افق ایران و گفتار شما و تشکیلاتی رو که شما به وجود آوردید، بتونیم زودتر به این آرزو برسیم. از جمله تشکیلات شورای ملی ایران که شما رهبریش رو دارید و اخیراً دیدم که نامه‌ای نوشتین به دبیر کل سازمان ملل در مورد نام خلیج فارس، خلیج همیشگی فارس که ازش سوء استفاده میشه در بسیاری از رسانه ها، در بسیاری از خبرها و در بسیاری از حتی در نقشه های پرواز منکر میشن که اینجا خلیج فارس، یا کلمه تنهای خلیج رو به کار میبرن یا اینکه به دنبال کلمه خلیج کلمه دیگه ای رو به کار میبرن. ولی در طول تاریخ جهان نام این خلیج عزیز ما خلیج فارس بوده و ما علاقمندیم و خیال میکنم که رسانه افق ایران هم یکی از پیامدهاش اینه که دفاع بکنه از همه مسائلی که مربوط به ایران و مربوط به فرهنگ ماست. خب در این باره چه میفرمایید؟ خب ببینید، خیلی واقعا بایستی برای هر ایرانی زننده و دلخراش باشه، بخصوص برای حکومتی که انقدر ادعای قلدری و قدرتمندی میکنه که حتی نتونسته نام مملکتمون رو درست حفظ بکنه. البته شاید به خاطر که اصلا به ایران اهمیتی نمیدن، ولی وقتی که صدام حسین جرأت کرد که به ایران چپ نگاه کنه و به ایران حمله کنه، یک نوع ضعیف‌کشی بود.
و امروز دیگه اصلا اسم ایران رو میخوان عوض کنن به مفهومی که اصلا خلیج رو مثلا میگن خلیج عربی یا خلیجیه، در صورت که یادمون باشه در زمان ناصر که همچین رابطه حسنه هم با ایران نداشت، همچنان اشارهش به خلیج خلیج فارس بود نه خلیج عربی یا خلیج دیگری. وانگهی این مسئله ما فقط از یک دید زاویه ناسیونالیستی نیستش، این یک واقعیت میخوام بگم جهانی است. این مسئله است که البته به تفصیل دلایل حقوقیش، دلایل قانونیش، دلایل تاریخیش توضیح داده باشه، و از همینان هم دعوت میکنم که یک رجوع بکنن به تارنمای شورای ملی ایران که در اونجا به تفصیل این مسئله توضیح داده شده، و همچنان که در نامه هم اشاره کردم و سازمان ملل موظف هستش که در پاسداری از نامگذاری یک بخش‌های مختلف جغرافیایی به عنوان استانداردیزه کردن یک نام که سر این مسئله سلیقه‌ای نیست یه فاکتوری هست، اینا در نظر گرفته بشه. خب این کار رو مسلماً رژیم نکرده، پس کی باید بکنه؟ خود ما مردم باید پیگیری بکنیم. و در واقع یکی از کمپین‌هایی که جزء کارهای شورای ملی یا مورد نظر خود من هست و قطعاً همینان هم راجع به مسئله بسیار حساس هستند و به جا حساس هستند و بسیاری هستن در داخل ایران که همچین کمپینی رو دنبال میکنن در ارتباط با نام خلیج فارس، این هم مهم هست برای اینکه به هر حال این هویت ماست، این جزء یه چیزی است که حق کشور ما هست و نه فقط کشور ما، تمام منطقه‌ای که به هر حال در ایران بزرگترش اگر در نظر بگیریم تاجیکستان، افغانستان، کشورهای همزبان، یک تاریخچه و فرهنگ مشترک و بنابراین یه سری منافع مشترکی داریم و این به مفهوم دشمنی با اعراب نیست، این به مفهوم یک واقع بینی نیست. این نیستش که امروز ما بریم فرض کنیم مثلا گلف مکزیکو بگیم گلف ونزوئلا یا گلف فلوریدا، به هر حال یه اسامی هستش که قبول شده و این چیزی است که به نظر من فرصت طلبی است که یک نوع سوء استفاده از واقعیت هستش و به خصوص زمانی که همیهنانمون انقدر درگیر مسائل هستن، همین کم مونده که بخوان از این نقطه ضعف خارجی‌ها استفاده بکنن و اصلا تصویر و اسامی رو عوض بکنن. این هستش که بایستی از این لحاظ هوشیار باشیم، چون به همین اندازه اگه فردا اسم خلیج رو عوض کنن ممکنه فردا زبان و فرهنگمون هم بخوان عوض بکنن، این که نمیشه که، بنابراین این برمیگرده به خود ما ایرانی هم. شاهزاده عزیز، این رسانه افق ایران که تنها 6 ماه تأسیس شده کودکیست در بین رسانه ها، اما به سرعت بزرگ شده و به سرعت محبوب شده. ارتباط رسانه افق ایران گاهی که من نگاه میکنم با داخل ایران بسیار بسیار جالبه. حتی در پشت درهای زندان اوین میبینیم که با رسانه افق ایران کسانی که فرزندانشون، برادرشون، خواهرشون، هممیهنانشون در زندان هستن با شجاعت با افق ایران گفتگو میکنن و مطالبشون رو عرضه میکنن. این رسانه تازه نوپا که آمده، این افق ایران در قلب تلویزیون اندیشه، برای اینکه بزرگتر بشه، برای اینکه مؤثرتر در بین هموطنانمون باشه، چه باید کرد؟ چه باید کرد که این افق ایران واقعا تبدیل به یک رسانه‌ای بشه که در خانه های مردم ایران محبوب هست، محبوب تر باشه و مردم ایران دل بستن، بیشتر دل ببندن که به اهداف شما و آرزوهاشون برسن؟ خب ببینید، مثل هر چیزی شما وقتی که یک کالایی رو تهیه میکنید بایستی خریدار اون کالا رو خوشش بیاد. اگه از کالا خوشش نیاد شما هر چقدر هزینهش بکنید کسی خریدارش نخواهد. برای محتوا و هدف مهمه. ولی یه چیزی که شاید مناسب باشه در اینجا اشاره کنم، ببینید یه سری رسانه ها هستن که البته نهایتا رسانه های دولتی هستن و باستی ملاحظه سیاست دولت وقتشون رو بکنن، مثل فرض کنید صدای فارسی بی بی سی یا فرض کنید امریکا. خب اون یه حالت دیگری هست. بعضی ها هستن که شاید مقدار درشون نفوذ شده، خیلی عوامل به اصطلاح اصلاح طلب های حکومتی دست داشتن یا یه مقدار معلوم نیست این پشتیبانی های مالی از کجا میاد، من اسم هیچ رسانه خاص رو نمیارم، ولی خیلی از این مانورها قبلا از رژیم دیده شده و شاید همین یه مقدار شک و تردید در میان برخی از همیهنانمون ایجاد کرده باشه، یا یه عده انقدر اصولا در یک خط خاص ایدولوژیکی پیش میرن که نمیتونن عملا معرف یک نهضت ملی باشن، بیشتر جنبه سکتریان یا یک حالت نظام خاصی رو تبلیغ کردن هستن. با توجه به تمام مسائل باز تاکید میکنم
این رسانه با این هدف بدون تعارف و رودرواسی میاد که ما هدفمون تغییر نظام هست با یک نتیجه مشخص در یک قالب ملی که خیلی از یک دید فرا مسلکی ایدولوژیک برخورد میکنه. هیچ تعارفی در ضدیت با رژیم نداریم، همون یه ور خط و اون ور خط نیستش. خیلی مشخصا اساس این نظام رو زیر سوال میبریم و نهایتا میگیم که حکومتی که پایا اساسش بر مبنای خواست جامعه نباشه نمیتونه ادعای مشروعیت بکنه و بهترین راه اندازه‌گیری مشروعیت یک نظام زمانی است که شما از طریق صندوق رأی در تایید همچون نظامی بتونید یک اندازه‌گیری نظر مردم رو بکنید. جالب اینجاست که آقای خامنه‌ای که نماینده اصلی نظام هستن بارها گفتن که چطور مردم فلسطین نبایستی رفراندومی داشته باشن در ارتباط با تعیین سرنوشت خودشون، که در جواب میگم آقای خامنه‌ای شما اول همین حق رو به مردم خودتون جایز بدونید، بعد بیان به فکر فلسطینیا باشید. سوال ما هم اینجاست، وقتی که مردم ایران میدانند که این حکومت داوطلبانه حاضر نیست صحنه قدرت رو ترک بکنه به نفع خواست مردم، ما چاره ای نداریم که از طریق یک حرکت مقاومت در مقابل نظام رو سرنگون بکنیم تا در فردای این نظام به اون آزادی که این نظام فراهم نمیکنه بتوانیم برسیم که در اون فضای باز سیاسی بتوان انتخابات به مفهوم کلمه آزاد و سالم و عادلانه داشته باشیم در تعیین سرنوشت کشور و آنچه که مردم ایران میخواهند. بنابراین وسیله کار، وسیله رسانه این کار یا تبلیغاتی این کار مسلماً افق ایران خواهد بود. نمیگم تنها رسانه است، ولی هدف من از تأسیسش تأکید به اهمیت نقش چنین رسانه است در سرویس به این حرکت و این پیکار ملی که به هر حال یک وسیله لازمیش، اگه لازم نبود اصلا مردم تقاضاشو نمی‌کردن در وهله اول. پس پر واضحه که نیازمند این هستیم و خوشبختانه همینان جواب دادن. طبیعتاً محتوا، مطلب، برنامه، ارتباطات زمانی بهتر میشه، مؤثرتر میشه، گسترده‌تر میشه که هم از نظر نیروی فکری و انسانی و هم از نظر امکانات مالی یک چنین رسانه بتونه دست و بالش رو بازتر بکنه. آنچه که CNN امروز هستش در روز تأسیسش نبود. خب هر رسانه میتونه گسترده تر بشه و امکانات بیشتری جلب بکنه، به خصوص که فراموش نکنیم، شما در لابلای صحبتاتون این رو اشاره کردید ولی جا داره این رو تاکید بکنیم، تمام هدف ما این استش که مردم رو در داخل کشور توانمندتر بکنیم و این به مفهوم این نیز هست که صداشون رساتر بشه. بنابراین هدف ما انقدر نیست که صدای خودمون رو به مردم بیشتر بکنیم، بلکه صدای خود مردم رو بیشتر بکنیم از طریق این رسانه. پس این همکاری مستقیم و این توجه رو داخل مملکت جزو دیرکتیف های اصلی بود که در تأسیس این کار به کسانی که در مدیریت این رسانه و کادرهای حامی این برنامه ها چه در شورای ملی و چه در افق ایران هستند به عنوان یک تأکید به خصوصی بود که همه کار ما و تمام توجه ما رو داخل مملکت هست، مردم درون کشور هست و تمام حرکات و سازمان هایی که در داخل کشور در بخش مدنی و یا در اصناف مختلف مشغول به کار هستند و هدف ما این هستش که کمکی باشیم در جلب توجه جهانیان به مطالباتشون، به حقوق واقعیشون، به خواسته هاشون و پشت سر این بتوان همینطور بیشتر تقویت بکنیم این حرکت رو تا برسیم به اون هدف نهایی خودمون. شاهزاده عزیز و همیاری که ما در تلویزیون افق ایران با اندیشه خواهیم داشت برای اینه که این اهداف شما و صدای مردم ایران بهتر به گوش جهانیان برسه، ارتباط ما با ایران با ماهواره‌های بیشتر، با امکانات بیشتر بهتر بشه و چشمامون رو به مردم دوختیم و بدانند که این رسانه افق ایران متعلق به اونهاست و شاهزاده در پشت سر اونها مثل همیشه ایستاده و تاییدشون میکنه و آرزوی رفاه، آزادی و مساوات در میهن عزیزمون داره. با درود بسیار به شما، اگر مطلب دیگری هم هست در خدمتتون هستم. ممنونم از فرصتی که به من دادید. می‌خواستم فقط در خاتمه اضافه بکنم که یکی از مسائل بسیار مهم و لازم برای پیگیری این حرکت برای تمامی هممیهنانمون اطلاع رسانی درست هستش. با توجه به تمام این جبری که نظام از طرفی می‌سازه یا فرصت طلبان از جهت دیگر ایجاد می‌کنند،
داشتن اطلاعات دقیق و خبرهای درست از درون کشور بسیار بسیار پر اهمیت هستش و از این زاویه خارج از بسیاری از برنامه های آموزشی یا به هر حال دیگری که در رسانه افق خواهد بود، امیدوار هستم که بخش مهمی از کار رو به مفهوم یک دستگاه خبررسانی دقیق بدون هیچ فیلتر و سانسور و حساسیت های دیپلماتیکی که این یا اون دستگاه ممکن داشته باشن ما از طریق افق ایران بتوانیم به همیهنانمون فراهم بکنیم. بنابراین این نکته به نظر من یکی از نکاتی است که خیلی روش تاکید میکنن همیهنان، به گوش من هم بارها رسیده و از همین لحاظ میخوام بگم که گسترده تر شدن امکانات رسانه افق ایران باعث خواهد شد که از این طریق هم بتوانیم یک بخش بسیار مهم و حساس خبررسانی رو برای تمام ایرانیان چه در داخل چه در خارج کشور از این طریق بتونیم فراهم بکنیم تا با آگاهی بیشتر بتوانن بهتر کمکی باشن و شرکتی داشته باشن در این پیکار عظیمی که در پیش ما هست. و مجددا تشکر میکنم از این فرصتی که من دادید و امیدوارم که همیهنان با علم با آن هدفی که امروز مشخصتر بیان شد از طرف خود من بدانند دقیقا هدف کجاست، به کجا میخواییم بریم. مبارزه بسیار مهمی است و در این مبارزه از تمام توانهای خودمون بس بتونید استفاده کنیم و بدانید که هر چقدر دوستان بیشتر بتونید به این کار کمک بکنید ما بهتر خواهیم تونست وظیفه خودمون رو در راستای این پیکار به همیهنانمون انجام بدیم. از خود من شروع میکنم و تمام همیاران و همرزبانی که در این راه با من هستن و با شما هستن برای آزادی میهن. با تشکر بسیار از شما شاهزاده عزیز و با آرزوهایی که برای مردم ایران و کشور عزیزمون دارین و احترام ویژه‌ای که همه ما برای شما قائل هستیم، درود بسیار به شما، به امید دیدار در برنامه‌های دیگه و به امید گسترش شبکه افق ایران بیشتر، بهتر، با تکنیک بهتر، با برنامه سازان و برنامه‌های بیشتر و بتونیم همونطور که در این 6 ماه به خانه‌های مردم رفتیم بیشتر در خانه‌های مردم در کنارشون باشیم برای که اونها عزیزان ما هستند. با درود بسیار. سپاس و بدرود.